گفتی که نوبهاران از یاد رفتنی نیست، وان خاطرات شیرین برباد رفتنی نیست. گفتی که زندگانی در شور عشق پیداست، گفتی که زندگانی در شور و عشق پیداست. تا یک جوان باقی است نوروز مردنی نیست. آمین، هللویا. ایمان داریم که خداوند مطابق فیض و رحمتش این ایام رو همون گونه که تا الان شنیدیم، همچنین کوروش عزیزم نیز دربارش صحبت کردش، این نیز یک مثالی هست تا زندگی ما در مسیر تولد تازه قرار بگیره، در مسیر محبت نیز قرار بگیره. حتی اگر آنچرا که امروز ما به عنوان یک فرهنگ ایرانی یافتیم رو نداشتیم، نوروز با خودش این رو میاره، بهار نیز با خودش این رو میاره. شاعر دیگه نیز این گونه میکنه: گیرم بهار نیاید، این انتخاب مرا شاد میکند که من با او زندگی کنم، که با او نیز هم قدم باشم. نوروز و بهار برای همه ما که یک تعریف کلی از اون داریم اینه که همه چیز در طبیعت تازه میشه و نیز تکثیر میگردد. برای مریدان فرهنگ نوروزی، نوروز پیام تبدیل و تازگی هستش، تا از تاریکی به نور، از راکتی به حرکت، از ناقص بودن به سمت تکامل حرکت کنه، از تلخی به شیرینی، از جنگ به صلح، از قهر به آشتی، از غم به شادی و از ناامیدی نیز به سمت امید بره. همون گونه که شهریار نیز این گونه اعلام میکنه: از همه سوی جهان جلوه او میبینم، جلوه اوست جهان که از همه سو میبینم. چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل، چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل، آن نگارین همه رنگ و همه بوی میبینم. آنچرا که بهار نوروز به ما میاموزد یک زیبایی مطلوب است، از طبیعت، از یک نسیمی که درش بوی خوش داره، یک احساس دلنشین هست، همراه با صدای خوش پرندگان و دیدن گلهای زیبا و رویش سبزه ها در کنار جاده هایی که رد میشیم از کنارش، و به ما نشون میده که گویا یک تحولی نیز انجام شده و شبنم صبحگاهی رو ما میتونیم به راحتی روی برگ گلها ببینیم. و همه این زیبایی ها آدمی رو به عشق، به صلح، به مهربانی، به آرامش، به درک عمیق نسبت به اطرافمون و حتی نسبت به دیگران به ما این احساس رو میده، و همچنین بخشش و بخشیدن رو به ما نیز میآموزه و با خود در هیچ جنگ و مبارزه‌ای نیستش. حتی با دشمن، حتی با تاریکی، حتی با مخالفین، حتی با بدی‌ها نمیخواد بجنگه، بلکه در پی راهی دیگری است برای از نو تولید شدن، از نو تولد یافتن و نیز احیا شدن، برای عاشق شدن، برای شفا یافتن، برای حیات یافتن، برای دوباره زنده شدن، بدون هیچ جنگی، بحثی، خشمی، انتقامی، محکوم کردن و یا داوری دیگران، و نیز بدون هیچ حتی مقاومتی. و چه پرشکوه هست که بتوان تمام این پکیج رو ما تمام ایام سالمون داشته باشیم، فقط همون ابتدای اول سال نیز اون رو آرزو نکنیم. مولوی نیز اعلام میکنه: غمهاش همه شادی، بندش همه آزادی، یک دانه بدو دادی صد باغ مزید آمد. کار بهار این هست، و این بهاری که خداوند میخواد اینک در وجود ما ایجاد بشه. در کتاب اشعیا نبی 2700 سال پیش در رابطه با اون احیا شدن حقیقی در ما این گونه سخن میگه که بدون ما در کناری که بهاری که خداوند در ما ایجاد میکنه، نه تنها ما احیا بشیم، زنده بشیم، بلکه بتوانیم قدرت احیا شدن رو برای دیگران نیز داشته باشیم. چرا که انسانیت ما یکی از اصولش اون رابطه هست که ما با دیگران خواهیم داشت، حالا گذشته از خانواده، افرادی که نیز اطراف ما هستند. در کتاب اشعیا 23
15 الی 18 میخونیم که اعلام میکنه. اما خدا یک بار دیگر روح خود را خواهد فرستاد. میگه یک بار دیگر، قبلا این کارو کرده بوده. کجا؟ توی باغ عدن. در باغ عدن خداوند روح خودش رو گذشته از روح انسان، روح القدس رو به آدم و حوا داده بود و میگه یک بار دیگه. اما آدم و حوا نتوانستن با روح القدس زندگی کنن، چرا که از خودمحوری و دیگر محوری استفاده کردن، یعنی آنچه را که خداوند به اونها گفته بود رو فراموش کردن و رفتن پچپچای شیطان رو قبول کردن و روح القدس نمیتونه جایی باشه که انسان در مسیر اراده خدا قدم بر نمیداره. میگه اما خدا یک بار دیگر روح خود را خواهد فرستاد، زمین بایر حاصل خیز میشود. زمین بایر وجود من و شما هستش، وجود من و شما هست که در طول زندگی آسیب ها خورده. از دوران کودکی والدین ما خدا رو شکر برای وجودشون، اما هر چه قدرم رعایت کرده باشند مثل خدا نمیتونن رعایت کنن. پس ما آسیب خوردیم از توی خود خونه، کوچه، خیابون، مدرسه، رابطه هامون با دیگران. پس ما آسیب خورده ایم. وجود ما خستگی، نگرانی ها، ترس ها، خشم، کینه، حسادت در ما میتونه باشه. برای همین کلام خداوند تشویق میکنه فرزندانش که فروتن بشن تا بتونن جدا بشن از اون آسیب هایی که در طول زندگی خوردن. در پرانتز اینو خدمتتون عرض کنم، گاهی تصور میشه وقتی کلام خداوند به افراد، به مردم دنیا میگه همه گناه کردن، همه تصور میکنن گناه زناست، گناه دزدیه، گناه یعنی نزدن به هدف، یعنی هدف مقدس خدا که این هست که انسان شکل خدا بشه نیز دور شدن. پس اگر من در وجودم احساسات اشتباه هست، افکار اشتباه هستش، موقعیت‌های روحی و روانی اشتباه هست، چون هدف خدا نیست، پس به نوعی نمیخوام بگم خود شخص مقصره، اما به نوعی چون از اون هدف دور هست توی گناه هستش، پس احتیاج به شفا داره. و نویسنده داره کاملا این موضوع رو مطرح میکنه، اعلام میکنه زمین بایر حاصل خیز میشود وجود من. ولی باید اجازه بدیم الان که در ابتدای سال هستیم کجا ایستادیم. حتما همه ما میدونیم نقطه ضعف ما کجاست. اگر ما نمیدونیم دیگران شاید به ما گفتن، اگر نگفتن و خودمونم نمیدونیم، بهترین پزشک ما روح القدسه. بریم در حضورش، چون روح القدس ما رو ملزم کنه. چون انسان اگر به یک انسانی میگه گناهکار، قبلا مرسوم بود وقتی میگفتیم تو گناهکار هستی چی میگفتن؟ میگفتن خودت گناهکاری، جد آبایت گناهکاره. ولی وقتی روح القدس افراد وارد کلیسا میشن، روح القدس میگه تو گناهکار هستی، در حضور خدا که نور کامل هست خودشون رو میبینن، اونجا هستن که گریه میکنن میگن خدای گناه ما رو ببخش. اشعیای نبی همین گونه انجام داد، وقتی در حضور خدا رفت دید چقدر تاریکی هست، گفت وای بر من که انسان بددهان و در مقابل در مردم بددهان نیز هستم، چون خداست که میگه و میشه. و این نویسنده این گونه اعلام میکنه بایر و حاصل خیز میشود و مزاره محصول فراوان خواهد آورد. اگر ما اجازه بدیم که آن بارانی که برای بهار میطلبیم، برای وجودمون باران روح القدس رو بطلبیم، اونجا هستش که محصولات زبان من نیکوه، محصولات گوش من نیکوست، محصولات تفکر من نیکو هستش، و از این به بعد من هستم که اراده خدا رو میتونم خوب انجام بدم، چون به نیکویی سخن میگم، به نیکویی عمل میکنم، تفکر میکنم، احساس نیز خواهم داشت. و نیز ادامه میده راستی و عدالت در تمام این سرزمین حاکم خواهد بود. میدانیم که مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم، روح مسیح در ما هستش. چون همه آنچه را که راست و درست هست انجام میدهند، صلح و امنیت دائمی برقرار خواهد بود. زمانی که ما اجازه میدیم که بهار اصلی در وجود ما بیاد، روح القدس در ما عمل کنه، اون زمان هستش که رابطه من با خودم صلح آمیزه، رابطه من با خانوادم صلح آمیزه، رابطه من با خلق خدا صلح آمیزه و رابطه من با خود خدا نیز
صلح آمیز خواهد بود و اعلام میکنه قوم خداوند از تمام نگرانی ها در امان و خانه ایشان در صلح و امنیت خواهد بود. این کلام زنده خدا. حالا میتونیم برای این کلامی که به ما در اصل احیا شدن در نه تنها یک فصل خاص، نه تنها ورودتون به این کلیسا، بلکه پیوسته میتونه با ما باشه. این فرمول سلامتی جسم و روح و روان و افکار و رابطه های ما هستش، اگر بتوانیم از خداوند مطابق فیضش پوری روح القدس بخوایم. و همون گونه که میدونیم در کتاب یوئیل 2:28-29 اشاره به این میکنه که در روزهای آخر من روح خودم را خواهم ریخته برای دختران، برای پسران، یعنی برای همه نیز این روح رو خواهم ریخت. و ارشمیدس نیز بارها اینو خوندم ولی باز اعلام میکنم نقطه اتکایی به من بدهید، کره زمین را بر سر اهرامی بلند خواهم کرد. امروز نقطه اتکای ما کیه؟ عیسی مسیح. اما عیسی مسیح کو؟ در اصل روح القدس هستش که به ما داده شده تا بتونیم با فیض اون نیز قدم برداریم، با اون قدرتی که میتونه همیشه بهار رو در زندگی ما ایجاد بکنه. و همچنین در اعمال رسولان 1:8 میخونیم که اعلام میکنه چون روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت. یعنی قدرت این که ما بهار باشیم، زندگی ما تازه باشه، افسرده نشیم، خسته نباشیم، و قدرتی به ما میده که بتونیم دیگران رو محبت کنیم، محبت بلا عوض، بتونیم دیگران رو ببخشیم. کیا رو؟ برادرم رو ببخشم، خواهرم رو ببخشم، نه دشمنم رو حتی ببخشم، و بتونم حتی برای دشمنم دعا بکنم. یعنی چنین قدرتی رو نیز به ما خواهد داد که بتونیم در اون مسیر نیز درست قدم برداریم. گاهی موقع هست متاسفانه ما تصور میکنیم به هیچ وجه دیگه تا اینقدر رفتیم جلو، برفرض رابطه من با دیگری، آقا دیگه من نمیتونم این رابطه رو خوبش کنم، تمام شد، من دیگه نمیتونم این موقعیت روحی و اخلاقی، من همینم، من شخصیتا همینم، من دیگه عوض نمیشم، و فکر میکنم دیگه کار تموم شده، من عوض نمیشم، نمیتونم رابطم رو خوب بکنم، موقعیت زندگی من دیگه خوب نخواهد شد. آنچرا که اینگونه در ذهن ما میاد، این رو بدانیم به هیچ وجه از طرف کلام خداوند نیستش. یعنی کلام خداوند اینو تعلیم رو به ما نمیده، بلکه کلام خداوند این قدرت و این قوت و این امید رو به توسط مسیح به ما میده که ما پیوسته بتونیم عوض بشیم، پیوسته بتونیم تبدیل بشیم، پیوسته حتی بتونیم دیگران رو در مسیر راستی قرار بدیم با سخنانمون. یک دانش آموز زمانی که خوابیده بوده سر کلاس، از خواب که بلند میشه متوجه میشه که کلاس تعطیل شده و همه دارن میرن، نگاه میکنه روی تخته چیزایی نوشته و بلافاصله میره سمت تخته و شروع میکنه دوتا مسئلهی که بوده اون دوتا مسئله رو مینویسه. و بعد از اینکه یک هفته سعی میکنه این مسئله ها رو حل کنه، موفق میشه فقط یکی از مسئله ها رو حل کنه. و آخر هفته میاد پیش معلمش میگه من اون هفته راستش خسته بودم، خوابیده بودم، فقط دیدم این دوتا مسئله روی تخته است، من فقط یکیش رو تونستم حل بکنم. معلم نگاه میکنه میگه این جزء مسئله هایی بود که اصلا حل نمیشه، ولی چون این شخص نیز انیشتن فکر نمیکرده این مسئله حل نمیشه، اونقدر فوکوسش رو گذاشت که این مسئله رو حل کرد. اگر تصور میکنیم به مسیح ایمان آوردیم و مسائلی در زندگی ما هست که حل نمیشه، این از طرف خدا نیست، چون خداوند قدرت حلش رو به ما داده به توسط روح القدس تا بتونیم در اون مسیر قدم بدیم. اما بریم با هم دیگه انجیل متا 5:38 رو نیز بشنویم که ببینیم ضرورتی که کلام خداوند برای ما اعلام میکنه، برای ما فرزندان خدا و برای کسایی که میخوان در صلح باشن. خواهر عزیزم اعلام کرد دنیا به صلح بیاد. دنیا هرگز به صلح نمیاد مگر اینکه من به صلح بیام، من با خودم، مگر اینکه من با خداوند صلح در رابطه باشم، مگر اینکه من تحت اراده خدا که آفریده شدم در اون مسیر قدم بردارم. با دعا ما میتونیم خداوند رو تحت پوشش اراده خودش قرار بدیم، اما اگر فقط دعا بود الان دنیا به صلح رسیده بود، اما خدا به انسان آزادی داده
و اون آزادی که خداوند به انسان داده این انسان ها هستن. همون گونه که سلیمان میگه، سلیمان میگه خدا انسان رو راست آفرید، اما این انسان ها بودن که در مسیر دیگه رفتن. بله لطفا. شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان. نکنید. مسیح چرا، یه مقداری صدا رو بلندتر کنید لطفا، چرا عیسی مسیح این گونه گفت؟ چون مسیح میخواد بدی از دنیای ما بیاد بیرون. شیطان خوب میدونه داره چه کار میکنه، ولی ما نمیدونیم. حتی عذر میخوام، ما حتی فرزندان خدا یه موقع خیلی موقع نمیدونیم داریم چه کار میکنیم، ولی شیطان خوب میده داره چه کار میکنه. شیطان میخواد بدی رو توی زندگی تو بیاره، توی کار تو بیاره، توی کلیسای تو بیاره. برای همین هست که تو رو متقاعده به رابطه هایی میکنه که باعث جدایی، طلاق، آشوب، غیبت، جنگ بشه. مسیح میخواد بدی رو کلا در بیاره از زندگی ما. نه اینکه ما فکر کنیم عیسی مسیح مثل یه روانشناس هست، حالا میخواد بیاد بگه که دروغ نگو، ببخش. خب اینکه روانشناسا دارن میگن نفر 2300 دلار هم میگیرن، میرید اونجا چند ساعت و بعدم میبینید هیچ چیزم عوض نشد. همه میاد میگه چقدر این آقای دکتر خوب بود، چه حرفای خوبی زد، خب چه درد من خورد. رسولم حرفای خوب بزنه به درد نمیخوره اگه روح القدس نباشه. برای همین امیرجان رو خداوند ملزم کرد که روح خدا باید در ما عمل کنه، در غیر این صورت ما هرگز عوض نخواهیم شد. بله. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به دو واگذار. و هرگاه کسی تو را چرا؟ میگه حق تو. خیلی موقع هست ما برای حقمون میجنگیم، میجنگیم یا نمیجنگیم. فراموش نمیکنم سالها پیش با یه شرکت تلفن ما قراردادی بسته بودیم، ما قرارداد بستیم تموم شد، دوباره هر ماه همون مبلغ میمد. اینقدر زنگ زدیم زنگ زدیم تا دو سه ماه دیگه آخریش 50 سنت اومد. یعنی خیلی برام سخت بود. گفتم ببین دوباره 50 سنت اومد. من اومدم زنگ بزنم، فقط کاری که کردم این هست که یاد گرفتم برای هر موضوعی دعا کنم، تشویقتون میکنم. وقتی دعا کردم روح القدس گفت حق تو من هستم. دل کن. چون برای 50 سنت من داشتم وجودمو که به هیچ وجه نمیتونم روش قیمت بذارم. وقتی مریض بشم برم دکتر میفهمم قصه چیه. داشتم به خودم آسیب میزدم. مسیح اینو میخواد بگه، میخواد بگه تو ارزش داری. تو ظرف برگزیده خدا هستی. امروز که ظرف برگزیده خدا هستی، اگه میخوای در تمام بهار زندگی کنی، زندگیت بهار باشه، رها کن. ببخش بره پی کارش. بس تو دست خداوند و اونجا هستش که خدا برای تو ایستاده. بله. هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد، دو میل همراه او برو. هر کس از تو سوال کند به دو ببخش، و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. باز ما میرسیم به جایی که میگیم من درک نمی کنم، من نمیفهمم آخه چرا؟ ولی خیلی دوست داریم دیگران ما رو ببخشن، خیلی دوست داریم دیگران ما رو محبت کنن. اگه یکی ما رو نبخشه اینقدر حالمون گرفته میشه. اگه کسی ما محبت نکنه ولی خودمون نمیدیم نه 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 من نمیتونم ببخشم، نه نه نه. چرا؟ چون درک درست ندارم. درک درست رو روح القدس به ما میده. امسال رو بذاریم از خداوند بخوام که خدا یا به من درک درست بده، درک درست زندگی، من با دیگران، من با رابطم، با تو، با کلیسا، با بی ایمانا، با ایماندارا. پسر رو میکنه به پدرش میگه بابا من نمیفهمم چرا این خواهر من هر کجا میشینه صحبت میکنه میگه که من دو تا برادر دارم، ولی من هر چی فکر میکنم من یه برادر دارم. بابا خواهرم اشتباه نمیکنه؟ خودتون فکر کنید که اشتباه میکنه یا اشتباه نمیکنه. به همین سادگی باور کنید. همه که انیشتن نیستن حلش کنن، بعضیا متوجه نمیشن. ولی ما اگر امروز فرزند خدا هستیم، خداوند حکمت رو به توسط روح القدس به ما خواهد داد. بله. شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید. آمین. و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. تمام راه‌ها رو بسته که ما آلوده به بدی نشیم، آلوده به گناه نشیم،
آلوده به این نشیم که مریض بشیم، نه جسممون، نه روحمون، نه رابطه هامون، نه روانمون مریض نشه. اندیشمندی میگه تنها با بخشیدن دیگران هست که میتوان عمل نادرست را فراموش کرد و پرونده را بس، تمام دیگه، من هیچ کاری ندارم چون من رسول تازه‌ای هستم. همان گونه که کلام خداوند میگه در مسیح خلقتی تازه است، چیزهای کهنه در گذشت. نه زمانی که تعمید گرفتی، نه زمانی که دعای توبه برات کردم، خیر، هر لحظه باید این اتفاق بیفته. همان گونه که وجود من پیوسته سلول ها میمیرن و سلول های تازه نیز تولید میشن. بله، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان تاله میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند. زیرا هرگاه آنانی را که محبت نمایید که شما را محبت می نمایند چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارد؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. آمین، 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 آمین. آیات بسیاری هست که در این رابطه می تونه به ما کمک کنه، اما افسسیان 5:18 و نامه رومیان 14:17 اعلام میکنه مست این دنیا نشید، فکرتون، ذهنتون، روالتون، بلکه مست روح القدس بشید. وقتی مست روح القدس میشیم، ما بهار همیشه را خواهیم داشت، قوت خداوند پیوسته با ما خواهد بود. و مسیح نیز اعلام کرد برای اینکه این حیات رو داشته باشیم، انجیل یوحنا 3:16 اعلام میکنه که خدا انقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسرش رو فرستاد که هر کسی ایمان بیاورد فصل پاییز رو نبینه، فصل زمستون رو نبینه، گرمای سخت تابستون رو نبینه، پیوسته در بهار زندگی بکنه و این حیات رو داشته باشه. و آیات بسیاری در این رابطه هست که خداوند به ما این وعده رو میده. اما بریم با همدیگه آخرین آیه رو بشنویم و بپردازیم به ادامه جشنمون. انجیل یوحنا 11:25-26. عیسی بدو گفت: من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد، اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می کنی؟ آمین. آمین. هاللویا. هاللویا. گاهی هستش ما اینو می شنویم، بهار رو می بینیم، موعظه رو گوش می کنیم، کلام رو می خونیم، اما به یه جورایی می خواهیم فرمالیتش کنیم. یعنی ما فقط میخواییم بگیم که خب حالا ما اینو پذیرفتیم، قبول کردیم، ولی یه دلایل خاص به خودمون داریم. شخصی توی یک حادثه، اتفاقی براش میفته، به پزشک مراجعه میکنه و وقتی که میره از بدنش شروع میکنه عکس انداختن، دکتر میاد میگه متاسفانه متوجه شدیم یکی از دنده های شما شکسته. بعد میگه آقای دکتر خواهش میکنم شما خودت نمیتونی فتوشاپ کنی توی این عکس این دنده منو یه کار کنی جفت و جور بشه؟ گاهی هستش که ما این گونه تصور میکنیم، میخوایم همه چیز ساده بشه. اگر میخوایم در بهار باشیم، اگر میخوایم همیشه پیوسته در اون حیات همیشگی باشیم، باید اول فروتن بشیم. اگر یه شخصی که قده سرطانی داره توی اتاق عمل نره و پزشک دست به کارت نشه و اون قده رو نکنه، اون قده جدا نمیشه. ولی موقعی که اون قده رو میکنه، موقعی که اون بدن رو میبره، چی داره؟ درد داره. پس اگر موضوعی توی زندگیت میشه، مسائلی هست، باعث رنجت هست، باعث دردت هست، برو در حضور خدا، بذار خدا عملشو بکنه، باهاش مبارزه نکن. چون دیر یا زود به طور خاص ما فرزندان خدا خیلی چیزا اضافه داریم. منم دارم. منم امروز صبح که از خواب بلند شدم گفتم خدایا من امسال میخوام چیزای بارهای اضافه منو برداری تا بتونم کشش بهتری باشم، رابطه با دیگران بهتر داشته باشم، پدر خوبی باشم، برادر خوبی باشم، خادم خوبی باشم. هر روزه احتیاج دارم. ولی باور کن این دعای امروز من بود، ولی خیلی موقع چون درد داره برای ما